با بهترین آرزوها خدمت شما بینندگان گرامی. 22 مهر ماه سال روز تولد شهبانو فرح پهلوی است. حزب مشروطه ایران پیامی به مناسبت سال روز تولد ایشان منتشر کرده است. با یکدیگر گوش می‌کنیم. اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی. حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات خجسته زاد روز اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی را به ملکه مهربان و مادر تاجدار ایران زمین از صمیم قلب شاد باش گفته، امیدوار است که سایه پرمهر و محبت ایشان سالهای سال مستدام باشد. خدمات اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی هرگز از یاد ایران و ایرانی نخواهد رفت و چون نگینی درخشان در تاریخ این سرزمین خواهد درخشید، چشمها را خیره خواهد کرد و الهام بخش بیشمار ایرانیان ایران دوست خواهد بود. به راستی کدام ملکه‌ای را در طول تاریخ این سرزمین بلازده میتوان یافت که چون اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی برای بهبودی و بهروزی ایرانیان شبان روز با عشق کوشیده باشد؟ از کودکان و نوجوانان تا بیماران جزامی، از زنان و کودکان بی سرپرست تا هنرمندان و روشنفکران، از حقوق زنان و کودکان تا محیط زیست، از موافقان بی ادعا تا مخالفان کین توز پرمدعا، کمتر کسی را میتوان یافت که مستقیم و غیر مستقیم از خدمات ایشان در زمینه‌های گوناگون بهره‌مند نشده و یا الهام نگرفته باشد. دانه‌هایی که ایشان با هزار امید کاشتند و با عشق و محبت سالهای سال آبیاری کردند، امروز به درختان تنومندی بدل شده اند با ریشه های عمیق در آن سرزمین جاویدان، درختانی که جز معدود مخالفان کینه‌توز کمتر کسی میتواند منکر زیبایی و حیاتی بودن فواید آنان برای یک جامعه زنده و پویا باشند. جای بسی خرسندی است که امروز نسل قدر شناسی در ایران به پا خواسته است که قدردان زحمات شبان روزی ایشان است. حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات 80مین خجسته زاد روز اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی را خدمت ایشان و تمامی ایران دوستانی که شبان روز
برای آبادانی ایران و بهروزی ایرانیان تلاش می کنند و در آن سرزمین بلازده دانه های مهر و محبت می کارند. شاد باش گفته از صمیم قلب امیدوار است که به زودی آنچنان که ایشان همواره نوید دادند با پیروزی نور بر تاریکی شاهد ادامه خدمات بی‌دریغ ایشان در ایران باشیم. اولیا حضرت سپاس، سپاس به خاطر هر آنچه با مهر در گذشته برای ایران و ایرانی کردید، سپاس به خاطر هر آنچه در این سالهای تیره و تار با مهر و محبت برای ایران و ایرانی انجام می دهید و سپاس برای هر آنچه در فردای ایران، فردای روشنی که نور بر تاریکی و جهل چیره خواهد گشت، با مهر و محبت برای ایران و ایرانی انجام خواهید داد. باشد که به زودی خجست زاد روزتان را در ایران، آن سرزمین جاویدان، در کنار همه دوستداران بیشمارتان و نسل جوانی که قدردان خدمات و زحمات شماست و به شما عشق ورزیده و از شخصیت والا و خدمات بی‌دریغ شما الهام می‌گیرد، به جشن بنشینیم. یقین داریم که آن روز فرخنده به زودی فرا خواهد رسید. زاد روزتان خجسته، عمرتان دراز، دل پر مهر و محبتتان همواره شاد و سایه پر برکتتان همواره مستدام باد. پاینده ایران، حزب مشروطه ایران، لیبرال دموکرات. تو وقتی که به دل ها نوید عشق و میدی، وقتی تو را میبینیم لبا لب از امیدی، میگذاریم از سیاهی ها میذاریم تو راهی که میرسه به مرز ایران پادشاهی. روز مادر بر همه مادران مبارک باد.
با درودی مجدد خدمت شما بینندگان گرامی، شما که به تماشای برنامه راه آینده، برنامه حزب مشروطه ایران از طریق شبکه سراسری کانال یک در لس آنجلس نشسته اید، درودی داریم به همه هموطنان در داخل کشور، درودی داریم به همه هموندان حزب مشروطه ایران در سراسر این گیتی خاکی، درودی داریم به همه زنان، به همه بانوان، به همه ایران دخت‌هایی که این گونه در مقابل جمهوری اسلامی زنانه ایستاده‌اند و از حق و حقوق خود دفاع می‌کنند و برای رسیدن به آزادی و برابری همچنان می‌جنگند. در شرایطی که هنوز تحریم‌های دوم امریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز نشده است و در شرایطی که مردم داخل کشور در برای تهیه ارزاق عمومی هر روز با مشکلات بیشتری مواجهند، در شرایطی که لوازم اولیه زندگی هر روز کمتر و کمتر می شود، خرید نفت که تنها ممر درآمد دولت جمهوری اسلامی است هر روز قطع می گردد و با کمبود بودجه مواجه می شوند و کار به جایی می رسد که دو عوامل دولتی برای تهیه بودجه های لازمه دست به عملیات حمل هروئین و مواد مخدر می زنند، آنچنان که در کشورهای بلغارستان با 780 کیلو هروئین دستگیر می شوند عوامل سپاه و آخوندهای ریز و درشت هر آنچه که می توانند از ایران می دزدند و فرار می کنند و حتی کار به جایی می رسد که بچه آخوندها و بسیجی ها فرش و عتیقجات ایران را می دزدند و سعی در فرار کردن از ایران دارند و این دا به آنجایی پیش می رود که در فرودگاه تبریز بین خلبانان و بین دوست هایی که اموال عمومی را می دزدند درگیری پیش می آید و مجبور می شوند که ماموران گمرک دخالت کنند، هرچند که آنها هم کاری از پیش نمی برند زیرا که همه این دزدی ها به آخوندی و از آخوندی به آخوندی دیگر و از آخوندی به وزیری و از وزیری به دولتی و از دولت به آقای خامنه ای وصل است، زیرا که حق و حسابی به مشتبه و دیگران می رسد و کاری از پیش نمی رود. در یک چنین شرایطی که همه ملایان در حال دزدی هستند، با خوشبختانه خبردار شدیم که بیضه اسلام که در خطر بود امروز بالاخره توانستند عوامل سپاه آن را کنترل کنند. چندین عکاس را در شیراز دستگیر کردند زیرا که اینها مسببین فساد بودند و عکس‌های مدلینگ ها را می‌گرفتند و این عکاسان کسانی بودند که عکس‌هایی را می‌گرفتند که این عکس‌ها باعث می‌شد اخلاق مردم فاسد بشه. دزدی های میلیاردی و میلیونی و بلیونی اصلا مطرح نیست، اینا رو فکر نکنید. اینا از بیضه اسلام در گرفتن عکس هایی بود که موی سر بعضی از زنان و دختران مسلمان بیرون از حجاب بود، ولی گروه گروه بردن این زنان و دختران به گرجستان و فروختن اونها توسط عوامل سپاه اصلا اینا مهم نیست، ولی این عکس گرفتن از اینها خیلی مهمه. عکاسانی که از اینا عکس گرفتن و مسببین فساد در اسلام بودن رو دستگیر کردن و از فردا جمهوری اسلامی بهشت برینه و شما میبینید همینجوری برکت از آسمون به سر مردم میده. یک مشت دلغک مردم رو مسخره کردن. مردم در تهیه ارزاق عمومی نون، آب، گوشت، غذا، نخود، لوبیا، برنج با مشکل مواجهند. مردم را افتادن یه سری لات و چاقوکش، اون از رهبرشون که واقعا با اون سخنرانی های آنچنانی که واقعا ارائه میده که قرار شده فکر میکنن بنویسن و برن افلاطون و اقدوس و اینا رو همه رو از گور در بیارن، بگن بخونید یاد بگیرید که در میدان که در استادیوم 100,000 نفری فرمودن بهتر همون بهش بگیم آزادی، چون واقعا استادیوم 100,000 نفری یادگاری از دوران بزرگی ایرانه، نباید اسمشو بذاریم.
در استادیوم آزادی فرمودن شطار در خواب بیند پنبدانه فرهنگ آخوندی، گهی لف لف گهی دانه دانه. یعنی یک با یک که فرهنگ آخوندی به یک مشت کسانی که فقط شطور و با مغزهای شطوری گوش می کردن به اینها رو بهشون تزریق کردند و اونها هم برای آقا دست زدن و گفتن آقای خامنه ای ایشالله سالیان دراز زنده باشد. البته شاید هم در مذاکراتی که با در امریکا خواهند داشت، همچنان که گاندی با بزش به کاخ واکینگهام در بریتانیا رفت، آقای خامنه‌ای هم با همین شطور تشریف بیارند به وایت هاوس. شاید بالاخره سمبول این اسلام آقای خامنه‌ای همین شطوریه که گفت و یارانش براش دست زدن. حالا در یک چنین شرایطی خبر از این میاد که گروه های در ایران و وزارت کشور اعلام کرده که همزمان با کمبود دارو در کشور این خبر اعلام شده که ایران برای 40 به عراق 200 تن دارو میفرسته. 200 تن دارو به عراق برای 40. اون وقت سخنگوی دولت، سخنگوی وزارت بهداری میاد میگه نمک بریزید تو آب حل بکنید به جای سرم بزنید، یه خوردم غم بریزید تو آب حل بکنید به جای سرم بزنید. وزیر بهداریشون هم میره به مردم میگه که بگیرید زن و بچه‌تون رو بمالونید به جای فیزیوتراپی. من نمیدونم چرا این خامنه ای و شاهرودی و دیگران که مریض میشن تو خونه نمیگیرن مشت و مالشون بدن، میفرستنشون آلمان پیش عوامل خودشون. دکتر سمیعی کلینیک درست کرده، قلبش که درد گرفته خورده ماساژش بدن تو خونه دیگه، بگن اکبر آقا قصاب از سر کوچه بیاد مشت و مال بده یا اون دلاک هموم. ولی اون زن بیچاره، اون کارگر بیچاره، اون کارمند بیچاره که هست تو خونه خودتون بمالونید. آقا جان بمالون. اون یکی میگه به جای دارو غم بریز تو آب حل کن. مگه دارو چی چیه؟ ولی چرا اینا رو به شاهرودی نمیدین؟ چرا به زن آقا مشتبه که باردار نمیشه یه ذره چیز نمیدین که باردار بشه؟ میفرستینش لندن تو بیمارستان؟ درد خوبه واسه همسایه؟ اینا رو واسه باقی مردم میگین؟ واسه خودتون خوب نیست؟ طبق آخرین گزارش هایی که دادن اینه که در آستانه برگزاری مراسم 40 امسال در عراق، علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی سازمان هلال احمر ایران اعلام کرد 200 تن دارو و تجهیزات پزشکی ارسالی عراق شامل 400 قلم دارو و 89 تجهیزات پزشکی به عراق فرستاده شده است. به عراق 200 تن دارو ما میفرستیم. ما که نه، جنایتکاران جمهوری اسلامی. چون هر تا یک دونه آسپرین این حق مردم ایرانه، حق اون پیر زن زحمت کشیه که امروز دستش پاش سرش درد میکنه. این رو میفرستید میره به عراق که در عراق واسه 40 اینا دارو داشته باشن. اون وقت وزیر بهداری میگه کسانی که داروی فلان رو به ایران نمیاریم زیرا اینا چند سالی بیشتر از عمرشون نمونده. اونایی که تو عراقن، اونایی که غیر هموطن من هستن بهشون دارو ندیم؟ واسه چی هموطن من باید دارو نداشته باشه؟ 200 تن دارو از کجا آوردین که به اینا میدین؟ شما با تحریم مواجهین، شما یک قرون پول نفت نخواهید داشت، به زودی کشور با غارت مواجهه. اون زن، اون مرد، اون پدر، اون مادری که بچهش گرسنه است فکر میکنه چه میکنه؟ میاد تماشا میکنه 40 امام حسین چه خبره؟ نه، واسه گرسنگی بچهش، واسه بیدارویی بچهش دست به هر کاری میزنه. نه امام حسین میشناسه نه امام علی، وقتی که فرزند گرسنش جلوش داره پرپر میزنه.
این رویاهای شماست، این حقبازیهای شماست. 200 تن دارو رو میفرستید به عراق. محمد رضا شانه‌ساز، رئیس انجمن علمی داروسازان ایران، در همایش سالانه انجمن علمی داروسازان گفته بود که تحریم ها در گرانی و کمبود داروها تأثیری ندارد، چون هنوز این تحریم ها آغاز نشده است، بلکه این مشکل به دلیل سیاست های غلط در حوزه داروست. خانم‌ها، آیون، هموطنان من، امریکا دارو را برای شما تحریم نکرده. دارو جزو تحریم نیست. دولت جمهوری اسلامی برای دزدی، برای اینی که بگه که امریکا باش مردم بده، این کار رو میکنه. دارو رو میدزده، پولش رو میاره، به حساب جیبای خودشون میریزه و میگه ما در تحریم هستیم. دارو تحریم نیست. دزدان میدزدند و میبرند و از این به هیچ جایی نمیرسه. میریم و برمیگردیم در مورد هولوکاست با شما صحبت میکنم. میریم به یک موزیک ویدیو نگاه میکنیم، باز میگردیم. توی سرزمین خورشید سر گلها رو بریدن، روح سبز هر درخت و به گدا شدن کشیدن، جیره بندی شده بارون دست شبنمو شکستن، پای هر شکوفه ای رو به حریم اره بستن، بوی تند خون و بارود نفس بادو گرفته، توی این هوا خدا هم دیگه از نفس میفته، تن کوچه و خیابون چه کبوده از غم نون، تفلکی مادرم ایران زخمیه به دست قانون، وقتشه با هم حقمون رو پس بگیریم، آخه تا کجا قراره روزی صد دفعه من و تو، صدای عشقیم نه صدای بی صدایی، من و تو صدای عشقیم نه صدای بی صدایی. ولی با این همه بازم میشه رد شد از سیاهی، میشه مشت محکمی شد توی صورت تباهی، دیگه ما چیزی نداریم که ببازیم به زمونه، وقتی جون به لب رسیده دیگه ترسی نمیمونه، وقتشه با هم حقمونو پس بگیریم، آخه تا کجا قراره روزی صد دفعه بمیریم، من و تو لایق نوریم، لایق صبح رهایی، من و تو صدای عشقیم نه صدای بی صدایی، من و تو صدای عشقیم نه صدای بی صدایی، من و تو صدای عشقیم نه
صدای بی صدایی. بله بینندگان گرامی، جمهوری اسلامی دزدی ها و سرقت ها دیگه اصلا از حد و حس گذشته. هر آن کس که میاد و حرفی میزنه و صحبتی میکنه، ظرف چند روز و چند در هفته بعدش به عنوان دزد دستگیر میشه. آخرین گزارش ها حاکی از اینه که فرمانده پلیس خراسان رضوی ناگهان به آقای قادر کریمی که 13 ماه پیش به این سمت برگزیده شده بود ناگهان تغییر کرده و امروز معلوم میشه که ایشون دستش در پرونده فساد 18 میلیارد تومانی بوده است. مردم برای خریدن نان، آب، غذا، گوشت، اولین موارد تخم مرغ، مواردی که واسه یک تغذیه معمولی لازمه مشکل دارن و آقا به عنوان آقای قادر کریمی رئیس پلیس استان خراسان رضوی که حتما هم با سران رژیم در ارتباطه، دستش در یک سرقت کوچولو 18 میلیارد تومانه. این پول مال کیه؟ میدونین این پول مال کیه؟ این پول مال اون بچه مریضیه که کنار خیابونه. این پول مال اون پدرها، مال اون مادرها، مال اون کساییه که کنار این بیمارستانها نشستن و التماس میکنن برای یک آمپول، برای یک قرص، برای یک ویزیت، و با توسری و فشار و هول بیرون انداخته میشن زیرا که پولشو ندارن. در هیچ کجایی، در هیچ طویلهی یک چنین قانونی حکم فرما نیست و یک برشت کلاه بردار زیر عنوان دولت، زیر عنوان روحانی رئیس جمهور و دیگران و آقای ظریف، آقا جواد ظریف که با اوباما میخندید و با ترامپ گریه میکنه، دولت هند نمیخواد امریکا رو درست کنید، کشور خودتون رو درست کنید، نمیخواد برید زینب رو به پایین، زینب های توی ایران رو به پایین، مادرهایی که گرسنه نمیخوابن، مادرهایی که با اشک چشم روسریشون رو روی سرشون میکشن زیرا که نون و آب نداشتن به بچهشون شب بدن. مادری میگفت موقع شام معمولا میرم جلوی در میشینم گریه میکنم که بچه ها منو نبینن، چون جز نون خالی و گای اوقاتم یه تیکه پنیر چیزی براشون ندارم. بعد آقا 18 میلیارد میدوسه. از سوی دیگه خبرها حاکیست آقای محمد باقر قالیباف، فرمانده نظامی، سیاستمدار، جزو تیم اصولگرایان، نزدیک آقای علی خامنه‌ای رهبر که قرار بود رئیس جمهورم بشه، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شهردار پیشین تهران، بیش از 1 میلیارد، یک خواهش میکنم گوش کنید، بیش از 1 میلیارد دلار در استرالیا یک ساختمان خرید. دوستان اصلا میدونید 1 میلیارد دلار چقدر پوله؟ یک میلیارد دلار. اون این عکس ساختمونیه که آقا خریده، آقای باقر قالیباف یک ساختمانی خریده در ملبورن استرالیا به قیمت 1 میلیارد دلار. این ساختمان در خیابان چپل در شهر ملبورن و زیر عنوان فامیلی تراست ANZ ثبت شده است.
این آقا که جزو محارم آقای خامنه ایست این را آورده. این زیر کسی که این کار کرده پسر 28 ساله ایشون بوده که اول وارد ملبورن شده در 4 سال پیش و هنوزم سیتیزن استرالیا نیست، فقط اقامت داره از طریق سرمایه گذاری و الان این را خریده. اول 200,000 دلار وارد کرده و بعدن 200 میلیون دلار وارد کرده از طریق قطر و کویت و بعد 800 میلیون دلار دیگه. آیون 800 میلیون دلار دلار رو زب داره 18,000 تومان 17,000 تومان هر چقدر که حسب بکنید ببینید پول شما کجا رفته. دزدی ها پایان نداره و اما از سوی دیگه مسئله هالوکاست رو همه میشناسیم، مسئله کشته شدن یهودیان توسط آلمان ها در جنگ جهانی دوم که بیش از 6 میلیون یهودی توسط نازی های آلمان کشته شدند، چه در اردوگاه ها چه در زندان ها توسط آلمان نازی. آلمان در بعد از جنگ جهانی دوم کاری که کرد در مقابل خانه این یهودیانی که کشته شدند یک کاشی هایی رو کار گذاشت و که این کاشی ها از جنس استن ان استیل هست و اسم و مشخصات اینها نوشته شد که اینها برای همیشه بر روی جلوی خانه اینها در این شهرها میمانه و اینها در کاشی های استن ان استیل یادآور جنایات هالوکاست، یادآور جنایاتی که نازی ها با این اعمال به اینها انجام دادن. حالا از سوی دیگه ایرانیان هموطن ما با برداشت این قضیه، با نگاه به این قضیه اومدن و شروع کردن این کار رو کردن. اولین کسی که اومدن و اسمش رو بر روی این کاشیهای شبیه هالوکاست آلمان ها نوشتن و اسمش رو گذاشتن هالوکاست اسلامی یا هالوکاست جمهوری اسلامی، بر مزار فریدون فرخزاد، هنرمند واقعا رقیب صحنه های هنری ایران بوده که توسط جمهوری اسلامی تکه تکه شد. بایست بدونین که فریدون فرخزاد توسط که فردی به عنوان اکبر خوشگوش که از بچه های شهر نو تهران بود کشته شد، چاقو خورد. اکبر خوشگوش این دو جزو افتخارات خودش میدونه، اکبر خوشگوش جزو تیم آقای خامنه ایه، البته کسیه که بختیار رو هم کشته و ساعت شاپور بختیار رو در دست داره و الان در تهران دارای 2 شاپینگ سنتر هست. این میتونیم عکس مزار فریدون فرخزاد رو نشون بدیم که این کاشی ها بر روی اون هست و نوشته و این کاشی نشون میده که برای همیشه خواهد بود. این کاشی زردی رو که میبینید هم نمونه همون کاشی هایی است که در روی خیابان های آلمان هست و در روی خیابان های آلمان اسامی یهودیانی که کشته شده است رو نشون میده. امیدوارم همه هموطنان ما در اسم و نام همه ایرانیانی که در وسط جمهوری اسلامی در کشورهای خارج و داخل کشته شدن رو بر روی این پلاک های استنین استیل بنویسن و نمایش بذارن، واسه اینکه نسل های بعدی ایران، نسل های آینده ایران باید بدانن که جمهوری اسلامی چه حکومت وحشتناک و آدمخواری بود، چه رژیم تروریستی بود. ما باید این رو در تاریخ ثبت کنیم و بذاریم که فرزندانمان بدانند ما که وارث کورش بزرگ و آزادی کورش هستیم با حکومتی مواجه شدیم که انسانها را اینگونه از بین می برد. در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسه. از اینکه تماشاگر برنامه ما بودید بسیار بسیار متشکرم و به امید اون که همیشه بتونیم در کنار یکدیگر به فردای آزاد، به فردای روشن، به فردایی که میتونیم در کنار یکدیگر با هر دینی، با هر قومیتی، با هر مذهبی که زندگی کنیم باشیم و ایران رو بسازیم و ایرانی با سربلند و افتخار و متجدد داشته باشیم، با هم بسازیم و بسوزیم. در اینجا از همه شما متشکرم. به امید روزی که در کنار هم در از بلندای البرز کوه فریاد آزادی زد.
با تشکر از آقای رضا کارگردان، مدیر تهیه، از آقای یاسر کارگردانمون، همه شما را به خدای ایران، به خدای عشق، به خدایی که جز عشق نمیشناسد میسپارم و به خاطر داشته باشید در راهی که در پیش داریم پیروزی از آن ماست. کانال های تلویزیون خود را عوض نکنید. برنامه بعدی برنامه آقای دکتر حقیقی است. به خاطر داشته باشید پیروزی نزدیک است. توضیح میدم در مورد اینکه چرا این برنامه را سازمان دادیم. ما در این حال امروز مهمان خیلی گرانقدری را داریم، خانم شعله پاکروان، که زحمت کشیدن اومدن اینجا بعدا سخنرانی میکنن. خیلی کوتاه توضیح میدم، ما در کشور آلمان زندگی میکنیم و شما اگه تو خیابونای آلمان راه برید و نگاه کنید میبینید روی دم در بعضی از خونه ها سنگ هایی هست که به آلمانی بهش میگن اشتولبرشتاین، و این یک ایده بود از طرف یک آقای به اسم دیمینگ که در کلن زندگی میکنه و توضیح داده، گفته وقتی یه آدمی فراموش میشه اون موقعی هست که اسمش فراموش بشه، و این آقا این ایده رو داشته برای اینکه یاد تمام کسانی که در دوره هیتلر و نازی ها کشته شدن همواره گرامی داشته بشه و در اذهان بمونه، این کمپین اشتولپرشتاین رو اعلام کرده که تا حالا هزاران سنگ دم در خونه هایی هست که افرادی اونجا زندگی کردن و خیلی از اقوام این افراد براشون مهمه که دم اون در اون خونه نوشته بشه این بالا یه نفر زندگی میکرده، یه نفر عشق میورزیده، یه نفر سر کار میرفته، یه نفر سر میز غذا مینشسته، و بعد اونو اعدام کردن، کشتن یا در کوره های آدمسوزی نابودش کردن، و جامعه باید ببینه و درس بگیره و گرامی بداره یاد اینا رو. برای خود من به عنوان کسی که همسرم در ایران اعدام شد و بعد از اون هزاران نفر در ایران اعدام شدن، درسته که یه جنبش دادخواهی وجود داره، ولی همیشه این کمبود احساس کردم که در مورد این آدم ها خیلی کم افکار عمومی مطلعه. اینا کی بودن؟ من خودم به عنوان کسی که صدها و صدها تلویزیون و روزنامه رفتم و حرف زدم، همواره این کمبود احساس کردم کسی نمیدونه مثلا همسر من چجوری بوده، چطوری فکر میکرده، تو آخرین روزهای زندگیش چی گفته. نه فقط این، بلکه من خودم دو بار دیدم توی مثلا فعالیت‌های خودم، یه بار توی کانادا سخنرانی کردم و یه دختر جوان بعد از سخنرانی اومد به طرفم، یه نایلون دستش بود، گفت میشه تنهایی باهاتون حرف بزنم؟ گفتم بفرما. گفت هر جا میری سخنرانی لطفا راجع به عموی منم حرف بزن. عکسشو آورد بیرون. و یا اینکه یه مورد دیگه، اینو بارها تعریف کردم، وقتی تو کلن سوار قطار میشدم یه خانم جوان، یه خانم مثلا 50 ساله به طرف من اومد و گفت که بیناهدی هستی؟ گفتم آره. از توی کیفش فوری یه دونه عکس در آورد سیاه و سفید، گفت این برادرمه، راجع به اینم حرف بزن اگه میری سخنرانی. این سال 60 اعدام شده و همینو گفت که گیلاس خیلی دوست داشته، 30 چند سال گیلاس نمیخورم. اینو میخوام بگم که به نظر من جامعه ایران احتیاج داره به یه همچین حرکتی. من به هر حال افتخار اینو داشتم که این کمپین رو اعلام کنم در ایران. من با آقای دیمینگ صحبت کردم و گفتم ما هم تو ایران هزاران هزاران جان باخته داریم که کسی نمیدونه اینا چجوری زندگی کردن، چطوری مقاومت کردن، چطوری دستگیر شدن، آخرین حرفاشون چی بوده، نمیدونم وصیت‌نامه‌شون چی بوده، و جامعه باید بدونه. این یک کمپینی هست برای گرامی داشت یاد جان باختگان هولوکاست اسلامی. همونطور که گفتم، ما الان اولین برنامه رو که اعلام کردیم در مورد فریدون فرخزاده. من شخصا خودم جوان بودم، فریدون فرخزاد رو تو تلویزیون ها دیدم، ولی به عنوان یه آدم سنت شکن، پیش رو، انقلابی، منتقد مذهب، منتقد اسلام، تو این فاصله که این کمپین رو اعلام کردیم و گفتیم میریم سر مزار فریدون فرخزاد، بیشتر راجبش تحقیق کردم. فریدون فرخزاد قبل از انقلاب تو آلمان درس خونده، تو دانشگاه مونیخ علوم سیاسی خونده و دکتر آربایتشو در مورد مارکس نوشته. خودش همیشه وقتی حرف میزنه میگه من یکی از کسانی هستم که مارکس رو تو ایران میشناختم و میشناسم و تنها کسی هستم که به اصطلاح کارم روی اون نوشتم. تو سال 1960 تو دوره مبارزه علیه جنگ ویتنام و اینا، فریدون فرخزاد یکی ما اینجا آماده کردیم. خیلی ممنون.
امروز 29 سپتامبر 7 مهر 97 یعنی 4 سال قبل در چنین روزی بچه منو بدون اینکه پروندش در اجرای احکام باشه از زندان قرچک یا ندامتگاه شهر ری حرکت دادن، بردن رجای شهر و زمانی که پشت در زندان اسمش رو فریاد می زدم، مردم مهربونی که نمی شناختمشون از تلویزیون ها شنیده بودن اومدن کنار ما ایستادن. ماشینای کلانتری اومدن که متفرق کنن، اما مردم تکون نخوردن. من شهادت میدم که در 7 مهر 93 پیرزن و پیرمردی با عصا رو دیدم که وقتی ماشین کلانتری اومد حتی یک قدم عقب نرفتن و به همین دلیل، به دلیل اینکه اون مردم مسابقه میداده، امروز آوردم که اینو تقدیم کمیته علیه اعدام میخوام بکنم. امیدوارم که خانواده های دیگه اگر یادگاری از بچه هاشون دارن بیارن، حتی اگر شده یک تکه. من این شانس رو داشتم که مقدار زیادی از وسایل ریحانه رو دارم، چه پیش از دستگیریش نگه داشتم همه رو و چه وسایل دوران که در زندان زندگی میکرد. خانواده هایی هستن که وسایل بچه هاشون از بین رفته، ممکنه یک تکه داشته باشن. من دعوت میکنم خانواده های دادخواه رو که حتی این شردی غمگین بازم خوشی در اومد، کبوتر افتاد بر دوم تو پرزد، بازار چشم تو پر بوی بهاره، بوی گل و گندم تو رو به یاد میاره. تو مثل کوه نوری نظر خوشی دلمون میره، تو مثل روز پاکی مثل دریا مبروری نظر خاموشی جون دلیم.